کرونا در سال 2020 بسیاری از صنایع جهانی را با بحران مواجه کرد و در این میان شرکت‌های تولید کننده تجهیزات نظامی نیز مستثنا نبودند. افت تولید و فروش شرکت‌های تولید کننده انواع تجهیزات نظامی در سال پاندمی باعث افت درآمد و سود آنها شد که نمونه آن شرکت ریتیان است. درآمد این شرکت در سال 2019 حدود 77 میلیارد دلار بود، اما در سال 2020 تحت تأثیر پاندمی حدود 14 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست داد. جنگ روسیه و اوکراین نوید یک دوره درخشان برای شرکت‌های نظامی آمریکایی و اروپایی را می‌دهد و این را می‌توان حتی در اظهارات مدیران صنایع نظامی نیز مشاهده کرد که نسبت به تخلیه انبارها و پر کردن مجدد آنها ابراز خوشحالی کردند. توماس بلو، یکی از مدیران ارشد انجمن صنایع دفاع ملی آمریکا به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، از بایدن خواسته که حضور نظامی ناتو را در دریای بالتیک تقویت کند و دلیل ضعف حضور ناتو در این منطقه را از بین رفتن پایگاه صنعت دفاعی آمریکا طی سالیان اخیر می‌داند. انجمن صنایع دفاع ملی که متشکل از شرکت‌های بزرگ تجهیزات نظامی است، یک لابی قدرتمند در دولت است و همیشه در تلاش برای افزایش بودجه دفاعی کشور بوده است. لو در مصاحبه‌ای بعد از حمله روسیه گفت: در این شرایط دولت باید حمایت‌های گسترده‌تری از صنایع به عمل آورد و این صنایع در شرایط کنونی نیازمند این هستند که تبدیل به یک ماشین جنگی دائمی در دسترس برای جلوگیری از تهدیدهای آتی شود. این سخنان در حالی مطرح می شود که اکنون بودجه دفاعی آمریکا از مجموع 11 کشور بعدی که بیشترین بودجه دفاعی را دارند نیز بیشتر است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که بعد از حمله روسیه به اوکراین وضعیت مالی شرکت‌های نظامی چگونه بوده است؟ آمارها نشان می‌دهند که قیمت هر سهم شرکت لاکید مارتین از 350 دلار در ابتدای سال 2022 به بیش از 457 دلار رسیده و ارزش بازار این شرکت رشد بیش از 25 میلیارد دلاری تنها طی 3 ماه داشته است. شرکت ریتیان نیز همین شرایط را دارد و قیمت سهم این شرکت از 85 دلار در ابتدای سال 2022 به 105 دلار رسیده که رشدی معادل 30 میلیارد دلار در تنها طی 3 ماه را کسب کرده است. اما جالب این است که دقیقاً در همین بازه زمانی شاخص‌های سهام آمریکا از جمله S&P 500 و داو جونز در مسیر نزولی گام برداشتند. S&P از 4800 واحد در ابتدای سال 2022 اکنون به حدود 4480 واحد رسیده و داو جونز نیز از 36000 واحد به 34000 واحد در همین مدت افت کرده است. در اروپا نیز ارزش بازار و قیمت سهام شرکت‌هایی مانند BAE سیستمز بریتانیا، راین متال آلمان، گروه تالس فرانسه و لئوناردوی ایتالیا از زمان حمله روسیه با افزایش مواجه شده، در حالی که شاخص‌های سهام در این مدت روند نزولی طی کردند. افزایش ارزش سهام راین متال آلمان از 90 یورو به 217 یورو به خوبی گویای این وضعیت است. این نشان می‌دهد که اگرچه جنگ در اروپا تأثیری منفی روی بازارهای سهام آمریکا و اروپا به دلیل ریسک‌های سیستماتیک گذاشته، اما این وضعیت تبدیل به بهشت شرکت‌های تجهیزات نظامی شده است. بیزنس اینسایدر چندی پیش در گزارشی فاش کرد که 19 عضو کنگره به همراه همسرانشان بعد از حمله روسیه و یا قبل از آن سهام دو شرکت ریتیان و لاکید مارتین را خریداری کرده تا از قبل رشد ارزش سهام این دو شرکت سودآوری کنند. یکی از دلایل موفقیت شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات وجود لابی‌های قدرتمند است. انجمن ملی سلاح آمریکا که یک نهاد غیرانتفاعی و مروج اصلی استفاده از سلاح گرم در آمریکا است، سالانه بیش از 5 میلیون دلار فقط برای لابیگری هزینه می‌کند و البته این فقط مربوط به هزینه‌های ثبت شده و منتشر شده است و تنها نوک قله شناور در آب است. قدرت این نهاد به حدی است که هیچ رئیس جمهوری تا کنون نتوانسته قوانین کنترل سلاح را دستکاری کند. طبق آمارهای منتشر شده، 5 شرکت بزرگ تولید کننده تجهیزات نظامی آمریکا، یعنی لاکید مارتین، بوئینگ، نورتراپ گرامن، ریتیان و جنرال داینامیکس، در سال 2020 معادل 60 میلیون دلار فقط برای لابیگری هزینه کردند. اما مسئله لابیگری فقط مربوط به صرف هزینه نیست، بلکه آنها مستقیما در دستکاری قدرت در جهت منافع خودشان نیز مشارکت می‌کنند.
دوران ترامپ از جمله دوران درخشان صنایع نظامی آمریکا بوده و وزرای دفاع در دوره او مستقیما از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات نظامی انتخاب شدند. جیم ماتیس، عضو هیئت مدیره جنرال داینامیکس، پت شانهان، عضو شرکت بوئینگ و مارک اسپر از لابیست‌های معروف شرکت ریتیان بودند. طبق گزارشی که پولیتیکو در سال 2020 منتشر کرد، بیش از نیمی از کارمندان وزارت دفاع آمریکا ارتباط مستقیمی با شرکت‌های تولید تجهیزات نظامی دفاعی دارند. اروپا نیز از این قضیه مستثنا نیست. در حال حاضر از میان 38 عضو کمیته دفاعی پارلمان آلمان، حدود 7 نفر آنها شامل رئیس و نایب رئیس کنونی این کمیته و همچنین رئیس قبلی آن، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های لابیگر حوزه صنایع دفاعی هستند. ماری زیمرمن، رئیس کمیته دفاعی پارلمان آلمان، عضو هیئت مدیره شرکت لابیگر DWT است و معاون بخش اروپای مرکزی و شرقی لاکید مارتین نیز همزمان عضو این هیئت مدیره همین شرکت است. درک نیبل که از سال 2009 تا 2013 وزیر همکاری و توسعه اقتصادی آلمان بود، اکنون لابیگر ارشد شرکت مشهور تولید کننده جنگ افزار یعنی راین متال است. شرکت‌های لابیگر حوزه صنایع دفاعی همیشه تلاش کرده تا هزینه‌های دفاعی آلمان را افزایش دهند و سخنان اخیر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، بعد از حمله روسیه مبنی بر افزایش هزینه‌های دفاعی این کشور از 1.5% تولید ناخالص داخلی به 2% از جمله تلاش‌های این لابیست‌های آلمانی است. یکی از کسانی که خدمت بسیار بزرگی به صنایع نظامی در اروپا کرده، اتفاقا یک سوسیالیست فرانسوی به نام ژان لودریان است که امروزه نام او به عنوان وزیر خارجه فرانسه بر سر زبان هاست. وی زمانی که در کابینه فرانسوا اولاند وزیر دفاع بود، با تلاش‌هایش موفق شد برنده قرارداد 40 میلیارد دلاری تولید زیردریایی باراکودا برای استرالیا شود و آلمان و ژاپن را در این مبارزه شکست داد و خدمت بزرگی به شرکت نظامی DCNS فرانسه کرد. همچنین با امضای قرارداد فروش هواپیمای رافال شرکت داسو و عبدالفتاح السیسی، هند و قطر یک دوره درخشان را برای صنایع نظامی فرانسه به ارمغان آورد. در نهایت اینکه مصاحبه گرک هیس، مدیر عامل شرکت ریتیان، با نشریه هاروارد بیزنس ریویو به خوبی گویای وضعیت صنایع نظامی بعد از حمله روسیه به اوکراین است. وی در این مصاحبه در پاسخ به پرسش مصاحبه کننده مبنی بر اینکه بحران اوکراین چگونه موجب ارتقای بیزنس شما می شود، می گوید: ما از اینکه این سیستم ها و سلاح ها را ایجاد کردیم عذرخواهی نمی کنیم. واقعیت این است که این سلاح ها به طرز قابل توجهی در دفع تهدیدها و خطراتی که اوکراینی ها اکنون با آنها مواجه هستند تأثیر گذارند. سیستم ضد تانک جاولین یک معجزه مدرن است. این اسلحه می تواند یک تانک را از 2.5 مایلی منهدم کند. موشک زمین به هوای استینگر نیز در دفع خطر هواپیماها، هلیکوپترها و حتی جت‌های با ارتفاع بسیار پایین اثرگذار است. بنابراین من بابت این موضوع عذرخواهی نمی‌کنم. تصور می‌کنم ما در آنجا هستیم تا از دموکراسی دفاع کنیم و در نهایت اینکه ما نیز می‌توانیم از مزایای تجاری این امر در طول زمان بهره ببریم. هر چیزی که اکنون راهی اوکراین می‌شود از ذخایر وزارت دفاع آمریکا یا متحدان ناتو ما بیرون می‌آید و این یک خبر خوشحال کننده است. نهایتاً اینکه ما مجبور خواهیم شد دوباره انبارهایمان را پر کنیم و از مزایای تجاری این امر در سال‌های آینده بهره ببریم.